آقای عزیزی، ممنون از وقتتون. میخوام ازتون بپرسم که نظرتون درباره مذاکرات جاری هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران چیه و فکر میکنید که آیا خوشبین هستید به اینکه بتونن به زودی به نتیجه‌ای برسن؟ من خوشبینم به خاطر اینکه فکر میکنم که جمهوری اسلامی در یک موقعیت شکننده قرار گرفته و این در حقیقت یکی از آخرین راه‌های عبور از بحران‌های بسیار جدی هستش که در ایران به وجود اومده و سرنوشت نظام جمهوری اسلامی در حقیقت به این مذاکرات گره خورده و به همین دلیل فکر می‌کنم اونها تمام تلاش خودشون رو دارن می‌کنن که این مذاکرات به نتیجه بیانجامه، نتایجی که قابل قبول باشه برای اونها از نظر داخلی، از نظر منطقه‌ای، و این فضا رو به وجود بیاره که اینا از این بحران عبور بکنن. و این هم انتخابی است که در مجموع تمام حاکمیت به اصطلاح این انتخاب رو کرده و آقای خامنه‌ای هم چنانچه بارها و بارها گفته حمایت میکنه از این نوع مذاکراتی که الان در جریان هست. خب اما همزمان ما میشنویم و میخونیم مخالفت هایی که از طرف اونچه که به جناح محافظه‌کار در ایران موسوم هستش ابراز میشه درباره مذاکرات هسته‌ای و موضع‌گیری که ایران داره. فکر میکنید اون فشارهای داخلی آیا میتونه تاثیرگذار باشه و مانع ایجاد بکنه؟ به نظرم فشارهای داخلی نمیتونه خیلی تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه اگر تصور ما این باشه که هنوز آقای خامنه‌ای حرف آخر رو میزنه و کنترل داره بر همه جناح‌های موجود و ایشون هم موافق ادامه مذاکرات هست، میتونن کنترل بکنن، مگر اینکه شرایط جدیدی پیش بیاد که خامنه‌ای مجبور باشه تغییر موضع بده و این شرایط جدید شاید بستگی داشته باشه به اون چرا که طرف‌های به اصطلاح مذاکره، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1 میخوان و به قول ایرانی‌ها زیاده خواهی باشه. اگر اون زیاده خواهی‌ها مطرح بشه و طرف به اصطلاح 5 به اضافه 1 دچار اشتباه محاسبه‌ای بشن که فکر کنن جمهوری اسلامی تحت هر شرایطی حاضر هست که این مذاکرات رو ادامه بده و به نتیجه برسه، اون موقع به نظرم میرسه که شاید مذاکرات سرنوشت موفقی پیدا نکنه. این تحولاتی که الان در منطقه داره اتفاق میفته، به عنوان مثال تحولاتی که درگیری هایی که از طرف داعش ایجاد شده در منطقه و همینطور در جریان هست و موضع‌گیری ایران و آمریکا و شاید منافعشون بگیم که تا حدی به هم نزدیک هست در این زمینه، فکر میکنید اون چقدر میتونه تاثیر بذاره در روند مذاکرات؟ ببین، به نظر من میرسه که وضعیتی که در عراق پیش آمده یک نقطه بسیار مثبتی هست از یک جهت برای پیشرفت این مذاکرات، چرا که نه امریکا و نه جمهوری اسلامی ایران میخوان که حکومت مرکزی عراق سقوط بکنه یا حداقل کنترلش رو بر منطقه از دست بده. از طرف دیگه عاملای دیگه هستن، مثل وضعیتی که در کردستان به وجود آمده، خلأ قدرتی که الان در عراق به وجود آمده شرایط جدیدی رو به وجود آورده برای کردها که استقلال خودشون رو اعلام بکنن و استقلال کردستان 100% جمهوری اسلامی باش مخالف هست و اگر امریکایی ها به مسئله کردها و استقلال کردستان به اونها چراغ سبز بدن، در حقیقت اونجاست که جمهوری اسلامی و امریکا میتونن در مقابل همدیگه قرار بگیرن. بله، یعنی اونجاست که دیگه این نقطه مشترک از بین میره و میتونه به یک به اصطلاح تقابل بیانجامه و حتما هم در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار خواهد بود. بعد در مورد در واقع موضع‌گیری های دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر اتفاقاتی که الان داره در غزه میفته و درگیری اسرائیل و غزه چطور؟ جمهوری اسلامی همه ما میدونیم که یکی از مدعیان مدافع به اصطلاح فلسطینیا هست. این یه اجندای تاریخی است که جمهوری اسلامی از همون بعد به تولدش داشته و نمیتونه در این مورد ساکت باشه. به نظرم این درگیری هایی که آغاز شده میتونه جمهوری اسلامی رو به یک تقابلی بکشونه با سیاست امریکا، سیاست اروپا و اسرائیل در منطقه و مذاکرات در حقیقت هسته‌ای رو از این بابت دیریل بکنه، منحرف بکنه و به ضرر جمهوری اسلامی است. این یکی از اون نقاط حساس هست. به نظرم اسرائیلی ها هم به اون توجه دارن و شاید الان همین مسئله‌ای که
اسرائیل آغاز کرده تهاجم همه جانبه به غزه و احتمالاً تهاجم به جنوب لبنان و برخورد با حزب الله بتونه جمهوری اسلامی رو وارد یک درگیری شدیدی بکنه که کل این مذاکرات رو در واقع دیریل بکنه و به یک وضعیت جدیدی ما برسیم در اون منطقه. بسیار خوب، ممنون از وقت. خواهش میکنم.